آموزش کده توانا تقدیم می کند جسمیت و قدرت مباحثی در معلولیت و تحول اجتماعی نوشته سعید سبزیان نتیجه گیری سعید سبزیان فارغ و تحصیل دکترای بلاغت و نظریه ادبی در دانشگاه واترلو در کانادا است وی با نظریه های فلسفی بلاغی و روانشناسی سیاسی به مطالعه فرهنگ و جامعه میپردازه و سازوکارهای قدرت سرکوب و مقاومت مدنی رو مطالعه میکنه سبزیان کتابهایی در زمینه نظریه ادبی منتشر کرده که شناخته ترین آن آنها عبارتند از ترجمه فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی نوشته نظری پرداز آمریکایی M.H. اچ آبرامز و تعریف فرهنگ نظریه و نقد ادبی با همکاری دکتر میر جلال الدین کزازی از او مقالاتی درباره سانسور، مطالعات معلولیت و حقوق مدنی معلولان و موسیقی حسرت و سرکوب منتشر شده. وی در دانشگاه واترلو و مؤسسات و دانشگاه های ایران تدریس کرده و همکنون هم دورههایی مانند نهزت مدنی معلولان و سیاست فرهنگ اقلیت ها در فرهنگ و حقوق رو برای آموزش کرده توانا برگزار کرده نخستین گام در راه تغییر و تحول اجتماعی در سطح سیاسی تغییر در ذهنیت انسانها و تغییر در مفاهیمیه که تاکنون موجب عدالت و برابری نبودند در تکوین آگاهی اجتماعی از معلولیت نوعی ذهنیت به معلولیت وجود داره که نیازمند تغییره اگر ما در نیابیم که چنین معضلی در ذهنیت ما وجود داره هرگز قادر نخواهیم شد مصادیق نقضهای این نوع ذهنیت رو در سیاست و در شهرسازی و معماری و استخدام پیدا کنیم معلولیت تراژدی شخصی نیست نوعی فاجعه یا حادثه غمناک نیست تراژدی پنداری معلولیت نوعی ایدئولوژی که از سوی مردم بر معلولان تحمیل میشه و معلولان در این زمینه باورهایی نسبت به هویت و توانایی های خیش پیدا میکنن به عنوان مثال میتونیم در اینترنت داستان افرادی رو پیدا کنیم یا در میان اقوام خیش کسایی رو بیابیم که وقتی خودشون رو در جلوی نگاه یک جامعه دشوار مانند ایران می بینن تصور میکنن از پس این زندگی بر نمیان اونا به این باورهای سلبی و منفی میرسند که پیشروی در تحصیل و کار و تجارت برای اونا ناشدنیه در های متعددی که معلولان علیه کلیشه ها و قالب های ذهنی منفی نسبت به معلولیت جنگیدن، اولین گام در راه تغییر از خود فرد شروع میشه. اما معلول همیشه در ستیز با ایدئولوژی سالم سالاریه. معنی این ستیز اینه که خود فرد نباید به فرهنگ معلولساز و فرهنگ ناتوانساز اعتنا کنه. یکی از راه های ستیز با فرهنگ معلول ساز و ناتوانساز ساز اینه که خود معلولان در تولید فرهنگی مشغول شند. به ویژه از طریق هنرها سعی کنند زندگی رو همان گونه که خیش درک می کنند بنویسند. در غیر این صورت ما هرچه از زبان نویسندگان و هنرمندان غیر معمول داریم دست دوم و غیر اصیله. این استدلال دور از واقع و به دور از مباحث انتقادی در حوزه فمینیسم و مطالعات نژاد نیست. در دو زمینه فرهنگی اخیر که نام بردم بخشی از بحث انتقادی بر این موضوع متمرکز بود که مرد مردان از زاویه دید خودشان زنان را تصور کردند و بنابراین تصاویر نادرستی از زنان ارائه کردند مطالعات نژاد و مطالعات پسا استعماری هم بر این باور شکل گرفت که سفید پوستان از زاویه دید فرهنگی و ایدئولوژیکی خودشون درباره بدنهای غیر سفید نظر دادند و ضرورتا دیدگاه اونا منطبق با حقیقت درباره این نژادها نیست درباره معلولان هم همین استدلال باید مطرح کرد و باید به بازپسگیری هویت معلولان پرداخت هنرها، ادبیات و سیاست همگی باید به معلولان فرصت برابر بدن تا درباره زندگی، شرایط زیست و آمال و آرزوهاشون با زبان خیش سخن بگن. این به معنای خاموش کردن افراد غیر معمول نیست، بلکه باید مطالعات اونا با نگاه به مطالبات معلولان باشه. و چه مثبتی که در تولید هنری و ادبی معلولی وجود داره، در دستبندی هنرها و ادبیات این افراد جایگاه هویتی برای خود مییابند و در بازی قدرت در فرهنگ به عنوان قشری تاثیرگذار تثبیت خواهند شد. معلولان می میتونن با استفاده از علم و تجربه خودشون از زندگی معلولی آثاری رو خلق کنن که پرتوهای روشنگرانه بر ذهنیت مردم نسبت به زندگی معلولی بیفکند. این آثار هنری و ادبی در طول زمان سبب شکلگیری اعتماد به نفس در میان معلولان نسبت به زندگی و فرهنگ و سهم اونا در تولید فرهنگ خواهد شد. به جای تراژدی دیدن معلولیت و تلقی از اون به منزله مکافات گناهان یا اقبال بد باید از معلولیتی که اتفاق افتاده استقبال بشه و به جنگ با سیاست و ایدئولوژی منظوی کننده معلولان رفت ذهنیت فردی از معلولیت باید به یک ذهنیت سیاسی تبدیل شه که انسانها رو گرده هم بیاره تا در قالب گروهها معضلات معلولیت رو به معضلاتی فراتر از فرد تبدیل کنند و از طریق جنبشهای فرافردی با حکومتها وارد گفتگو و چالش بشن و از این طریق معضلات و رفت کنن. اکتیویسم و معلولیت ایران پیشینه بلندی در مبارزه برای حقوق معلولان نداره اما در چند دهه گذشته به ویژه با شکل گیری جمعیت بزرگی که در جنگ معلول شد اعتراضات آنلاین و مطبوعاتی بسیاری مطرح شده آیا ما به جامعه دست بیابیم که مبتنی بر عدالت و همکاری و برابری باشه هستند ایرانیانی که بر این باورند که ما ایرانیان ذاتا مایل به تسلیم شدن در برابر سلطه هستیم و همواره داستانهایی میاریم که هر فردی به فکر خودشه و بنابراین راه همیاری و تغییر وجود نداره این باور ضد اجتماعی و ضد ترقی است و سبب سلب انگیزه تغییر از مردمه امکان رهایی از فلاکت معلولیت مستلزم اینه که حاضر شیم بنیانهای جهانبینیمون رو تغییر بدیم و در هم بریزیم دستگاه و جهانبینی مسلط و غالب بر این باوره که برای رهایی باید وظایف و مسئولیت های اجتماعی رو که مانع دستیابی ما به منافع شخصیمون میشن ساقط کنیم خوشبختی هر عضو جامعه برای همگان مهم و تاثیرگذاره. گذاره درباره خوشبختی و امکان خوشبخت زیستن در لوایه یک حکومت سیاسی چگونه معیاری داریم شاید بهترین جمله که آری از هر گونه غلو و توهم باشه همون جمله معروف از اما گلدمن آنارشیست معروفی که سبب شکلگیری تفکر سیاسی آنارشیسم در آمریکای شمالی و اروپا شد که میگوید اگر نمیتوانیم برخصیم انقلاب من نیست منظور گلدمن این بود که بافت سیاسی باید چنان باز، آزاد و پذیرا باشد که همگان در آن در زیست راحت و آزاد و آسوده باشد. آیا اگر ما خرسند نیستیم به این معناست که ما نمیتوانیم یا توانان را نداریم که خرسند باشیم؟ ناخرسندی ما پاسخ به سلطه است. چنان که از گفته های گرامشی درباره هارمونی در میابیم نظام های سلطه همیشه در برگیرنده عنصر توافق از سوی مغلوبانند. اما گرامشی اینو در یک وضعیت پیچیده نشون میداد که مردم از راه باورها، سنتها و آداب و رسومشون در نظامی قرار میگیرند و به نظام سلطه تن میدن. به عنوان مثال اگر زنان رو به گونه ای بار آوردند که تصور میکنن میل و تمایل جنسی در اونها شرم باره و اهمیت نداره بلکه در درجه دوم قرار داره احتمالا در یک نظام جنسی قرار میگیرن که لذت مرد و هدف عمل جنسیتی به شمار میاره از این رو بسیاری از زنان فکر میکنن اگر همسران اونا ایشون رو رغم میل خودشون به مقاربت وادار کنن وظیفه زن و شوی رو به جا میارن گرامشی اصطلاح هژمونی رو در اینجا به کار میبره و و با اون به این اشاره میکنه که نظام اعتقادات و باورها به گونه ای عمل میکنه که منافع و مساله گروه حاکم به اجتماع رو تامین و تقویت کنه وقتی دیدگاه غالب از سوی گروه های بزرگ جامعه پذیرفته میشن به صورت عقل عام و شور عام در میان و به عرف تبدیل میشن ما در اکتیویسم فلسفی باید به دنبال این باشیم که به جای عقل عام عقل درست و عقل وجدانی رو معیار قرار بدیم این به این معنیه که ما با دیدگاه انتقادی به ستیز با باورهایی بریم که به ضعف گروههایی از مردم انجام میده ضعفی که حاصل بهرهمندی یک گروه و گروه گروههای دیگه شده باید با نگاه انتقادی تحلیل کرد که گروه های تحت ستم و تحت سیطره به چه علتهایی و از چه مسیرهایی به موقعیت زیردستی و ضعف سوق داده شدند و در راه رهایی اونا با نظام سلطه به جدال بپردازیم. در سیاست اصطلاحی وجود داره که به اون آگاهی کاذب میگن آگاهی کاذب به این معناست که افراد نمیدونن منافع و مصالح اونا چیه از این رو آگاهی کاذب میتونه جهان رو در وجه نادرست به افراد نشون بده به تعبیری برخی جهان ها سبب میشن مردم نظرات انحرافی درباره زندگی انسان ها و روابط انسانی داشته باشن مفهوم آگاهی کاذب اینه که مردم در حمایت و اعتلاع فرهنگ غالب راهی رو میرن که سبب میشه آمال و آرزوهای خودشون رو سرکوب کنن مفهوم آگاهی کاذب از میان نظری های ضد نجات پرستانه و ضد مردم سالارانه بیرون اومد اکنون که مشخص از چگونه ایدولوژی ما را میفریبد و درست و نادرست را برای ما تعیین کند این اهمیت مییابد که ما دریابیم موجودات اجتماعی هستیم و نه افرادی که صرفا مستقرق در مسائل و منافع شخصی خویش هستیم یکی از مهمترین و سودمندترین مفاهیمی که در تحلیل تحولات اجتماعی به کار میبرند سرکوبه دامنه استفاده از این واژه در نظریه های ضد نجات پرستی، فمینیسم، عدالت اجتماعی، مطالعات معلولان و بسیاری از قلمروهای فعالیت سیاسی است. سرکوب به معنی عدم توازن در قدرت زمانی که در جامعه گروهی از افراد از خدمات و هویت و فعالیت مشابه و یکسان و دسترسی های برابر برخوردار نباشند، اصطلاحا میگیم اون گروه سرکوب شدن. معلولان در ایران دسترسی برابر به خیابان ندارند. این یک نمونه از عدم وجود اطلاعات اجتماعی و در نتیجه نشانه سرکوبه ما از مفهوم سرکوب استفاده می کنیم که در تحلیل مناسبات اجتماعی و در تحلیل روابط قدرت پیدا کنیم معلولان یا هر گروه اجتماعی دیگری در چه موقعیت اجتماعی قرار گرفتند همچنین با استفاده از مفهوم سرکوبه که در میابیم چه کسی قدرت برنامه ریزی، قانونگذاری، تعیین بودجه، مشروعیت فعالیت رو در اختیار داره و چه کسی در رابطه قدرت مغلوب و متضرر میشه چگونه سرکوب ساختار ایدئولوژیک و نظاممند پیدا میکنه و از چه راهی میتونیم دریابیم این مفهوم درباره گروه خاصی همانند معلولان به یک مسئله و مسئولیت اخلاقی برای ما تبدیل میشه هرگاه ساختار برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری قانون‌گذاری و گفتار و سخن مردم همگی به گونه اشتراکی گروهی رو در موقعیت ضعف و زیر دست قرار داد اصطلاحا میگیم سرکوب صورت گرفته به عنوان مثال میتونیم با رجوع به آگهی های استخدامی ایران در سه ده قبل به مفهومی دست یابیم که من اونو گفتمان ضد استخدام مینامم این گفتمان با پایه قرار دادن گفتمان پزشکی با ایدئولوژی سالم محوری در خدمات کشوری و فرهنگ مردم پدیده ای رو شکل میده که فرصت استخدام و از معلول سلب میکنه شاعر نویسنده ای که با استفاده از استعارات و تشبیهاتش تلاش میکنه ضعف و ناتوانی‌ها، ها عیوب اخلاقی و رضایل بشری رو در قالب قیاس با کوری و کری نشون بده دست در دست ایدئولوژی سالم محوری معلولان باید برای افزایش آگاهی اجتماع از حقوقشون از همگرایی در قالب نهضت‌های فکری دفاع کنند. جنبش معلولی بر اساس تعدادی آرمان و باور شکل میگیره که پایه همه اونا رو عدالت اجتماعی شکل میده. جنبش معلولیت باید حول تعدادی آرمان اثباتی شکل بگیره که مبتنی بر حقوق انسانی از دو منشأ باشه: قانون اساسی ایران و کنوانسیون حقوق معلولان سازمان ملل. مهمترین هدف جنبش معلولی اینه که ایدئولوژی مسلط بر جامعه رو از مسیر هنر راه و تجمع پیگیری کنه تغییر در زندگی معلولان در کشورهای آمریکای شمالی و اروپا حاصل اکتیویسم بود و نهضت و آگاهی بزرگی در ایران برای تغییر در زندگی معلولان در حال تولوس امروزه مردم بیشتر کلیپ درباره معلولان منتشر میکنند هنرمندان نشون میدن که به درد اونا واقفند و نویسندگان نشون میدن که زندگی معلولان اهمیت داره شما می توانید برای دانلود رایگان کتاب و شنیدن کتاب های صوتی به کانال کتاب و کلاس توانا به نشانی ادساین توانا مراجعه کنید